خیلی خوش اومدید به ولاگ جدید بزرگترین ایونت گیمینگ تو اروپا. ولی قبلش بهتون بگم که برید یه آنباکس گیمینگ ببینید و برگردید بریم کل این سالونا رو بگردید. امروز قراره با سلطان آنباکس ایران امیرعباس قراره بریم دسته پلی استیشن آنباکس کنیم با آداپتور و شارژرش، بریم که با هم دیگه داشته باشیم. آها واو این یه دستگاه این شکلیه، یه دونه سیم داره. خب بریم بیرون کامل. خیلی چیز ساده ایه، جدیدی تازه اومدید کانال سابسکرایب کن دیگه، لایک یاد نره. اورجینال بودن داستان رو ببینید بچه ها. عباس این تشکر میکنم همینجا از عمو عزیز خودم بابت خرید یه دسته جدید پلی استیشن. عباس کده امیر عباس بازش کرد. به به خب امیر عباس بو کن بو چی میده؟ بو خوبه میده، بو بهشت میده. بگو بو بهشت. بو برشت برنج نه برش. آقا کابل نداره توش، من توقع نداشتم کابل نداشته باشه. شارژرش همونجوری که میدونید یه همه از اینجا میتونید شارژش کنید. اینجا اگه دقت کرده باشی یه چیزی ریز خیلی سوسکین پایین داره، اون طلای رنگا رو که اینجا یکم بیار جلوتر روی اینا قرار بدی شارژ میشه. الان تست میکنیم ببینیم چجوریه داستانش. اینم اینجوری. خب اینجا نشون میده که درجه کدومش چقدر شارژره. این یکی عقبیه کمتر شارژش، جلویه کامل شارژه که از روی خود دسته پلیستیشن هم میتونید تشخیصش بدید. اوکی آنباکسمون رو انجام دادیم، بزن بریم سمت ایونته. فکر کنم تا 3 تا 4 ساعت دیگه بسته میشه، بریم داخلش. کلی بازیای خفن جدید هست، سورپرایز، بریم ببینیم چه خبره. خب بچه ما رسیدیم، کلی اینجا آدم ها کاستوم های لباس های خفن پوشیدن. حالا نمیدونم از همهشون میتونم فیلم بگیرم یا نه، ازشون میپرسم اگه دوست داشتن ازشون فیلم میگم. خیلی خفن هست بچه ها. زامبی ها حمله نکردن، این جمعیتیه که میخوام برن داخل. پشمام اونایی که میخواستن برن داخل بازی کنن باید یه دستبند میگرفتن. من الان دستبند رو گرفتم که اگه بازی چیزی بود خواستم تست کنم و بتونم بازی کنم. رینگ کشتی کج هم اینجا داریم. WWE Alone in the Dark خیلی فیلم بازی شد، اسمشو شنیدم، خیلی چیز خفنی فکر کنم باشه. خب بچه ها این جمعیت خیلی خفنی که میبینید به خاطر جنیشنه، بازی جنیشن. بچه ها اینجا دارن لگو دارن بازی میکنن، مسابقه 2-2 دارن میزنن، خیلی خفنه، خیلی شلوغه و خیلی هم پر سر صدا است. واسه همین هم خودم زیاد نمیگیرم، از دور و بر میگیرم که همه جا رو ببینید. این هم مال مکدانلدز اگه اشتباه نکنم، مسائلای گیمینگ دیگه هم هستش. این طور 24 این چیه؟ 240 هرتز. صدا فکر نکنم واسم بیاد. بریم. به نظر دینو میتونم برم؟ فکر نکنم. آخر سخت. سخته؟ بابا محصولات ریزر بازی فال گایز رو دارم بازی میکنم. خبر بعد دارم واسه پلی استیشن فنا، چون هیچ چیزی واسه پلی استیشن نیاوردم متاسفانه. هیچ بوفه‌ای واسه پلی استیشن نیست، ولی خوش به حال ایکس باکس پلیرا که عنکبوت توی بازیشه. بابا چه وول پیکره این.
تنها بازی که دیدم خالیه که میشه آدم تست کنه همین بازی گراندد بود، جلوش خالی بود، میخوام تستش کنم. بیا جلوتر اینجا رو ببینن. بچه یه آب میوه رو میبینی؟ آب میوه رو امیر عباس هم پایین داره کمکم میکنه. بگه کشتمون. خب بچه تصمیم گرفتم بیام توی این بخش سیاف تیپس یه دونه تتو بزنم ببینم چه شکلیه. میخوام برم تستش کنم. بریم با هم دیگه ببینیم چه شکلی میشه. امیر عباس چیه اون بالا؟ خیره شده تو چشای این. میگه این چیه؟ این چیه؟ بچه سایبرپانک و پشمام. یه دستبندم به امیر عباس دادیم که روش شماره همون نوشتم حواسم نبود که اگه گم شد به من زنگ بزنن. بچه این دختره از تو تویچ خودش لایوه، همزمان اینجا هم خودش داره لایو میره. یعنی یارو اینجا توی لایوه تو تویچ، اینجا هم ولی هستش. ببین بچه این تهراشه، تهراییه که میتونی بزنی. من شماره یک رو انتخاب میکنم، یک یا چهار. ببینم میشه رو گردن بزنی؟ میخوام رو گردن بزنی. خب از اونجایی که میخواستم تتو رو گردنم بزنم با مرده صحبت کردم و گفتم که برام رو گردنم بزن و مرده گفتش که تو میتونی چند تا تتو بزنی و لازم نیست که تو همش فقط یه دونه تتو بزنی و من یکی دیگر رو روی دست سمت چپ هم تتو رو زدم که همینجوری که دارین میبینین و اینکه بعد عذرخواهی بکنم بابت کلی سر صدایی که اون داخل هسته، شاید صدای من خوب نشدید ولی من تمام سعی کردم که دور و بر بهتون نشون بدم و اینجا از یارو تشکر کردم و خدافظی کردیم و دست امیرعباس و باباشم تتو زدیم. امیدوارم در ادامه ویدیو از بقیه چیزایی که بهتون نشون میدم هم لذت ببرید. همون چی زده رو دستش؟ واه امیر عباس هم اینو زد؟ از خودت خودت من اولین تتو من پای گیم زدم. ببین پای گیم خفنیه که این همه گیمر دور هم دیگه جمع شدن و حداقل یه جایی دارن که میتونن هم پیش هم دیگه باشن و خیلی خفن هم دیگه رو ببینن. خب بچه ها ما اومدیم یکم استراحت کنیم، کلی غرفه است اینجا و اینکه خیلی هم شلوغه خدا رو شکر که حداقل لازم نیست دیگه ماسک بزنیم. بچه ها چند تا استریمر اومده بودن اون پشت که به خاطر همین کلی شلوغ شده بودی، کلی آدم وایستاده بود، استریمرهای فورتنایت بودن، کلی آدم اونجا صف بسته بودن، خیلی خفه بود. ببینید کی اینجاست پارسا. جای خودم و خودت بودم بالاش. هیچ کی همچین چیزی تو مملکت خودمون نداری. اگه می‌داشتیم الان اون بالا بود. بریم سراغ شماره حاله 9. به به سگارو داریم اینجا. سوال دارم. سگا داریم، بگا هم داریم. وای ببین چی داد بچا. یادونه؟ منم دادم. فارسا میدونن از این. او مای گاد. بعد این خفن باشم. استریم کنم. خیلی بازی ترسناکیه
ولی حتما براتون این استریم میکنم. بچه ها از یه طرف دوست دارم برم داخل ولی به خاطر اینکه تایم خیلی زیادی میگیره و دوست دارم همه جا رو ببینم متاسفانه نمیشه. مخ زدن توی سالن گیمی یه چیزی بهت بگم؟ همین سادگی بچه ها زیاد کار سختی نیست با من باشید همه رو به کارات رو بدید تازه شمارش هم بهم داد. این بازی سینت رو قرار جای بازی جی تی ای رو بگیره فکر نمی کنم بتونه جاشو بگیره ولی دیگه حالا من خودم زیاد هیجان ندارم برای اومدنش ولی برای هواداراش اونجا قبل ریلیز فکر کنم میتونی بری تست کنی یه سری چیزاشو ببینی دیگه ولی چون دوست ندارم اسپویل بشه نمینیم و خیلی هم این بازی معروف صفاشون شلوغه بریم سالن‌های دیگه رو ببینیم جای خفن داره بریم لوس کو. بچه‌ها این ماشینو گذاشتم برای جایزه درسته مورد کشی میشه جایزه چون گفتش که الان میتونی دفعه بعد ببری. این میدونی چیه؟ جدیدترین مینی دنیاست. مینی برقی. مینی برقی. وو! انگار داری یه ماشین اسباب بازی فقط تو حجم خیلی بزرگ می‌خری. اونجا چیز ورلد آف وارکرافت بوبه ولی چون خودم علاقه زیادی بهش ندارم بریم سمت چیزایی که خفن. اینجا هم کارت بازیه. کتابای انیمه ای همه چی اینا هست داداش اونا رو برش کن معذور و تختی ها میخوام ما بالش میزنیم زیر سرمون بخوابیم اینو بذاری زیر سرت خوابت نمیبره اینو بذاری زیر سرت تازه بلند میشه یکم شیشه هاش کثیفه اینو میخوام اینو میخوام بذار واسه دختران هم یه ذره بگیرم دیگه واسه این بدنش خوبه واقعا پادریه ها آره. پادریه سوپر ماریو بتمن استار وارز ماگای ماینکرافت همه جا هست ولی مغازه معمولی هم هست از اینجا به بعدش شد جمعه بازار واقعا جمعه بازار رو میخواستم بگم آره کجاش اینجا که همه شاپینگه بریم 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 غرفه های دیگر رو بریم اینجا شاپ با شاپ شرکتیه که تام رایدر بازی تام رایدر رو ساخته بود برام بگی کنامی رو اینجا هم شاپ کنامی هست با پارتی بازی زیاد با پارتی بازی پارسا اومدیم تو بخش VIP ایونت ببین جا خلوته واقعا کسی نیست اینجا کسایی هستن که فقط بلیط رو به صورت VIP خریدن ولی ما با بلیط معمولی هم اومدیم و یه چیزی بگم خفن ترین NFT هات ارزهای دیجیتال و اینجور چیزا اینجا غرفه دارن چیزی که خیلی خفن بود و منو جذب کرد اون چوبینه ای که اون پشته پیکسلی مثل ماینکرافت ولی خیلی قشنگ دیده میشه از دور اسپانسر این ویدیو پارسا بوده واسه همین لینک چنلشو میذارم این پایین برید تا میتونید ریپورتش کنید تا میتونید ریپورتش اینا داداش این دوباره یه بازی متاورسی دیگه هر کسی نمیتونه بیاد اینجا قدر منو بدون اینو شاید یه مقدار کم از بچه‌ای که ویدیو رو ببینن بفهمن که کجا آوردمت مطمئنم خودت هم نفهمیدی کجا اومدی چرا دیگه کجا اومدی تو ارز دیجیتال اومدی بچه ها بازی که کردیم یادم رفت بگم که چجوری بود تو حالتاش بازیش این شکلیه یعنی این اسم بازیش منظورم دارم میوفتم بازی تو حالتهای سایبرپانک بود شوتینگ بود یه جا سب میکرد یه سری مانه میامد جا خالی میدادی بهشون تیر میزد خیلی بد بود این هم جز آخرین طبقه هایی بود که باز بود همه جا دیگه داره میبنده این اینا رو بگیر
اینا از تکنولوژی های جدیدی که قراره برای گیمینگ بیاد. کلی صندلی و چیزای دیگه برای فروش هست. دیگه چیز خفن دیگه ای ندیدم. اگه دیدم جلوتر بهتون فیلم میدم. بریم. بلاگ گیم استاپ که یکی از بزرگترین ایونت های اروپا بود، گیمینگ اروپا بود، اینم دیگه تموم شد. اگه جایی هستی حتما کانال من رو دنبال کن، لایک کامنت سابسکرایب یادت نره. بریم برای بلاگ های خفن دیگه.